بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بنام خدا و با سلام مجدد. در ارتباط با موضوعاتی که امشب مطرح شد، قصد من این بود که بنا به تقاضای خانم محترمی که پزشک خدمتکاری هستند از آن سوی آمریکا، به موضوع حقوق زن در اسلام اشاره کنم و مقدمتا این کار رو با حق حیات در قرآن شروع کردیم و فکر میکردم که فرصتی خواهد بود و ما میتوانیم که این مباحث رو از حق حیات به حقوق انشعابی دیگر و از اون طریق به حقوقی که در اختصاص و انحصار زنان هست بپردازیم و این کار را اگر عمری باشد در جلسات دیگر انجام خواهیم داد. در پاسخ سوال خانمی که درباره دکتر رشاد خلیفه سوال کردند که آیا دکتر رشاد خلیفه درست میگوید یا خلاف میگوید، یک سوال بود و سوال دومشون این بود که آیا ایشان ادعای رسالت کردند و شما رسالت ایشان رو میپذیرید یا نمیپذیرید. در قسمت دوم باید بگویم که من آثار ایشون رو تا حدودی مطالعه کردم، آثار دکتر رشاد خلیفه رو، و در آثار او ندیدم که یا تشخیص ندادم که ادعای رسالت کرده باشد. موضوع رسالت و موضوع پیامبری موضوع ساده ای نیست که ما تعبیراتی که رو از گفته های افراد که مبنای ارتباط با مرجع هستی رو داره به عنوان رسالت رسمی و به عنوان ادامه رسالت جدید نام ببریم. اگر بخواهیم که چنین کنیم، شاید که بسیاری از بزرگان و بسیاری از عرفا و حکما رو بایستی که محکوم به این امر بکنیم و از یک شبکه مثل این شبکه و از بیان شخصی مثل من تصور میکنم که بسیار مضر خواهد بود اگر که ما بدون پرداختن به موضوعاتی که اسباب و علت این برداشت ها هست در مورد افراد یک قضاوت سیاه و سفید کنیم و باعث مخدوش کردن زحمات و مطالعات افراد بشویم. به عنوان مثال، ما در مورد مولوی که مورد قبول بسیاری از افراد هست میبینیم که شاید که بشود گفت که ادعای ارتباط کرده است و میگوید که تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم هوشیار یکی دم نزنم. یعنی که من اونچرا که با زبان بازگو میکنم همه اینها رو از جای دیگه دریافت کردم و هیچ کدام اینها رو از طریق تحصیل از هوش و ذهنیت حاضر نگرفتم و همه اینها را از طریق الهام گرفتم و
الهام و وحی خیلی به هم نزدیک هستند و اینکه آیا ارشاد خلیفه دریافت وحی می کرده یا نمی کرده، ما برای این کار ممنوعیتی در قرآن نداریم و شما می دانید که در قرآن به 7 نوع وحی اشاره می کنه که معروف ترین اونها وحی به زمین و وحی به زنبور عسل است که ما به زنبور عسل وحی می کنیم که چنین کند و چنان کند. ما به زمین وحی می کنیم که اونچرا که در دل خودش دارد بازگو کند و نظایر اینها در 7 نوع وحی و الهام در قرآن گفته شده. اما باید نگاه کرد که نیت و هدف قرآن در موضوع وحی به چه صورتی است. اجازه بدهید که من این تلفن رو پاسخ بدهم و بعد به ادامه این بحث بپردازیم. سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. سلام کردم تاسی. سلام بر شما. و سلام بر شما. من اسم من فاتحی هست، از تگزاس تلفن می‌کنم. من به صحبت‌های شما رو هم در تلویزیون پارس مثلا به پیوند دنبال می‌کنم، فوق‌العاده لذت می‌برم، به خصوص از واقعاً بیان منطقی و کاربرد لغات مناسب با تسلطی که در قسمت‌های حقوقی داره جدن خیلی قابل تقدیر هست. تشکر. و کمتر کسی اینقدر زیبا و خیلی با تفسیر گویا مطالب رو بحث میکنه. ولی یه سوالی داشتم خدمتتون امشب در تقسیم بندی ادیان که صحبت کردین. البته من معلم ریاضی دانشگاه هستم، خیلی توی مسائل اطلاعی ندارم، ولی خب علاقه‌مند هستم. در تقسیم بندی اسامی ادیانی که بودین، اسمی از دین بودا و هندو و کنفوسیوس نبود؟ آیا اون جزء ادیان نیستن؟ نه، حتما هستن. من عرضم این بود که من اسم ادیانی رو در ارتباط با موضوع فرهنگ و مسائل و موضوعات مربوط به اموری که مبتلا به ماست در حال حاضر عرض کردم که ما از این 5 دینی که البته در همین فاصله اعتراضاتی هم شده که شما چرا بهایی ها رو هم دین اعلام کردید؟ نه اون که خواهد اعتراض واقعا درستی نیست، شما درست منطقه این فرمان، اونم بالاخره یه دینه، حالا درست یا غلط بالاخره یه دینه پیرو باش هستن، شما فرمانی شما درسته. نه اصلا تضمین قرآنی ما داریم که ساختن دین و پرستش هر خدایی که هر کسی برای خودش قائله در قرآن به عنوان یک حق آمده و ما که نمیتوانیم که از خدا بالاتر حکم کنیم و به هر حال. ولی من تصور میکنم که اتفاقا مطالعه در تاریخ ادیان و بررسی اندیشه های به خصوص فلسفی ادیان و باورهای اون سوی جهان که از چین و تبت و هند امروزی تا قسمتی از شرق افغانستان و در واقع جنوب بنگلادش امروزی، اینها همه مکاتب مختلفی هستند که به نوعی مطالعه در اینها باعث اتحاد نوع بشر میشه و ما به یک حقیقتی پی میبریم که واقعا خداشناسی و خداجویی در هر زبان و در هر فرهنگی از یک اشتراک توحیدی برخورداره و همه اینها یک حرفی رو میزنن. یک خاطره کوتاهی برای شما تعریف کنم که در تبت من شاهد بودم که یک مسلمان با یک بودایی که هیچ کدام هم زبان همدیگر رو نمیفهمیدن و واقعا این حرف مولوی در اونجا کاملا مصداق پیدا کرد که زبان همدلی واقعا از همه زبان ها برتره. بله کاملا درست. کاملا دو نفر رو من دیدم که یک بودایی تبتی و یک مسلمان ایرانی، اینها با هم در امور معمولی هم سخن بودن بدون اینکه زبان درسته. هم نه در مسائل عرفانی و فلسفی، مثلا نوع غذایی که میخواستن بخورن یا
محلی که میخواستن برن بدون اینکه با هم حرف بزنن اصلا یک نوع هارمونی داشت حرکت های اینها. منظور به این که من تصور میکنم که در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست و همه کسانی که در جستجوی عشق هستند و در جستجوی محبت هستند و در جستجوی حقیقتی هستند که اون حقیقت جز عشق و محبت چیز دیگری نیست، اینها همه با یک زبان و با یک قلب و یک دل با هم سخن میگن. آرزوی من این است که ما بتوانیم که کار آموزش خودمون رو در این تلویزیون توسعه بدهیم و شاید به عنوان قدم اول این ادیانی که ما با اونها سر و کار روزانه داریم یک قدری شناخته بشن و حتما با توسعه کادر آموزشی این شبکه که ما با اشکالات بسیار بسیار شدیدی که حالا شرح نکم و غصه خودم رو نمیخوام در اینجا تعریف کنم، ما خیلی اشکالات زیاد داریم و خیلی محدودیت هایی داریم، ولی الحمدلله اینها برطرف خواهد شد و من فکر میکنم که کم کم ما به مسیری قدم میذاریم که به معنای واقعی یک مؤسسه آموزشی باشیم. از کارهای دیگری که ما باید انجام بدیم شناخت فیلسوف هایی است که در 700 سال گذشته، در 800 سال گذشته در این سوی آبها، در قسمتی که امروز به نام خاورمیانه میشناسیم، در اونجا رشد کردند و نظریاتی که اینها دادن، ارتباطی که اینها با فلسفه یونان داشتن، تأثیری که فلسفه یونان در فلسفه شرق قرار داده و نقش فلسفه چین در فلسفه خاورمیانه و فلسفه یونانی و همینطور تأثیر اندیشه های فلسفی مصری که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته در اندیشه های یونانی و بسیاری مطالب دیگه‌ای که واقعا اگر ما پا بگذاریم به شناخت افکار و اندیشه های گذشتگان خودمون از طریق بررسی اندیشه های فلسفی اینها، یک درهای جدیدی از معرفت به سوی انسان باز میشه و اولین و کوچکترین فایده این مطالعات این است که انسان از این حالت توحشی که در اثر بیکاری ذهنی برای ما به وجود آمده، یعنی ما چون قدرت تفکر و اندیشگری از ما گرفته شده و خسته میشیم از فکر کردن و اندیشه کردن و مطالعه کردن و خودشناسی کردن، به قهر و دشمنی و به موضوعات شبه سیاسی و چیزهایی که هیچ فایده‌ای برای فهم بشر نداره پرداختیم. با بینندگانی مثل شما حتما ما به این مسیر هم وارد خواهیم شد و انشاءالله با توفیق الهی یک روزی از ممنونم. مخصوصا علتی که این سوال برام پیش اومد، من هم مدتم توی یونسکو کار میکردم، چند سالی در شرق آسیا بودم، تو شرقای شرق آسیا بیشترش رو بودم، از ژاپن و مالزی و چین و اندونزی و همه قسمت ها برنامه بود و با اینا صحبت کردم که خیلی آدم مذهبی نیستم ولی علاقمند به ریشه‌یابی مسائل هستم و بیشترشون و هرار کار من تحصیلاتم بیشتر در زمینه فلسفه و ریاضی بوده، دلم میخواد ریشه مسئله رو بفهمم و بیانی که به قدری من فریبته بیان شما هستم آقای دکتر آقاسی، خیلی مسائل رو با یک منطق گویا با استدلال بیان میکنید. حالا من با همه فرمایشاتون ممکنه موافق نباشم ولی در بیان مطالب فوق العاده، در تفسیر مطالب بسیار گوینده و چیز هست، واقعا میگم، یعنی خیلی من لذت میارم از احاطه خوبی که بر زبان فارسی به کاربرد کلمات دارید و درست مثل یک استدلال که میخوای در یه محاکمه حقوقی خیلی مسائل با استدلال بیان کنید، برای من خیلی جالبه. حالا ولی به هر حال چیزی که برای من مطرح بود، من با اینا صحبت میکردم، اینا هم در ادیانشون چیزی مطالب با ارزش تو اوتاهاشون مثلا در فلسفه بودا هست، حالا یا اینا هم تو چیزی خوبی دارن، چون اگر دین رو به عنوان حادی بشر بدونیم نباید تعصب داشت که حتما این دین خوبه اون دین بده، که شما اتفاقا در این مسئله خیلی با روشنگری و بدون تعصب بیان میکنید. به هر حال همین خواستم برام روشن بشه که آیا در بیانتون من یه صدار برداشت کردم که شما اونها جز ادیان نمیدونید، حالا که توضیح دادین که مقصود از این
بس به خاطر این ادیانی هست که ما در این طرف ها باش درگیر هستیم. بله. به از در جمعیت هم بودا خیلی پیرو دارم، شما خودتون بهتر میدونید، هندو همینطور یا کنفوسیوس چون شرق آسیا می نظر جمعیت خیلی تعداد زیادی هستن، به همین علت مزاحم بحث میشن. ولی ممنونم از توضیحاتی که دادید. من میخواستم دنبال برنامه شما رو من دنبال میکنم تا حدی که وقت اجازه بده حتما خوشحال میشم و خیلی لطف کردید. من میخواستم که لطف دارید، میخواستم از حضور شما تقاضا بکنم که شاید که در برنامه های آینده اگر شما فرصت داشته باشید و این افتخار رو به ما بدید، شاید در هفته چند دقیقه رو اختصاص بدید به معرفی اندیشه ها و فلسفه فکری ادیانی که در اون طرف آبها قرار دارد. و من فکر میکنم که با شما در خارج از کار من در این زمینه ها نیم، ولی علاقه من به دانستن این تو چیزا هستم. حتی مثلا من قرآن رو ترجمهش رو خوندم، راستش اون قدرهایی که بعضی ها خیلی زیاد، حتی شما اون چی که در مورد قرآن میگین با یه دید منطقی فوق‌العاده گویا هست، ولی من گاهی افراد رو میبینم که یه بحثایی میکنن که میگن تمام علم کامپیوتر، نظام الکترونیک، هواپیماست، این همه تو قرآن هست. لزومی نداره باشه، بچه‌ها این حرفای اضافی رو بگیم که یه سری واقعیت‌های رو مردم منکر بشن. ولی شما از قرآن رو توجیهی که شما از قرآن میکنید خیلی گویا و منطقی است. راستش من بعضی روی تعصب در مطالعه قرآن حرفی میزنن که همون واقعیت ها رو آدم رو به شک میندازه. راستش من انشاءالله در وقتی اضافه آدم در یه مسئله پیش بره اصل موضوع گم میشه. حالا برای چون من بیشتر کارم با حساب معادله هست و حساب فلسفه و منطق هست، چیزایی که با منطق و فلسفه و اصول ریاضی سازگار نباشه برام سقیل قبولش. حالا انشاءالله من خارج از خط با شما تماس میگیرم. فرمایش شما رو ارسال میکنم، سعی میکنم اونقدر اطلاعات زیادی ندارم، ادعایی نمیکنم، ولی خب علاقه من هستم این چیزا رو تا حدی دنبال میکنم. ولی حتما خوشحال میشم که حتما صحبت کردن به شما برای من خیلی جالب و باعث میکنم. من خارج از خط در فرصت دیگه با شما خصوصی تماس میگیرم و ترتیبی میدیم که در هفته در ارتباط با معرفی آیین های شرق با یک ترتیب خاصی در یک نظم معینی این مطالب رو به صورت معرفی و آموزش شروع بکنید و از این طریق به ما کمک بکنید. در مورد قرآن که فرمودید، من عرضم این است که من در حدی باشه که در بعضی که شنیدن شما رو داشته باشه برای شما واقعا نخیر. حتما اینطور خواهد بود و این گفته معروف بزرگان ما که همه چیز رو همگان دانند، بایستی که همگان رو یک یک فرا خواند. و همینطور که در لوگوی ما میبینید که اندک اندک جمع مستان میرسند، واقعا در این برنامه اندک اندک این اتفاق خواهد افتاد و ما شاهد اون هستیم. در مورد قرآن من تصورم این است که علت اینی که من و شما نه مغایر ولی متفاوت فکر میکنیم، این طبیعت اعجاز قرآن است که در این زمینه نشانه میدهد که خداوند در قرآن میگوید من با عمد و دانایی نوع بشر رو جوری آفریدم که استنباطهای متفاوت داشته باشند و این استنباطهای متفاوت در معارفه قرار بگیرد، یا به قول علما شرط لازم و کافی این است که شرط لازم این است که استنباطهای ما متفاوت باشه، شرط کافی این است که ما به تعارف بنشینیم، به تعاطی افکار. یعنی شما یک برداشتی از قرآن دارید، من یک برداشت دیگری دارم، میلیون ها نفر یا صدها هزار نفر هم الان به حرف شما و حرف من توجه میکنند. اون وقت شما وقتی که دلایل خودتون رو عرضه میکنید، من هم دلایل خودم را عرضه می کنم، این یک آموزشگاه جدیدی برای مردم ساخته میشه که استنباط قرآن در اختصاص یک عده‌ای که خودشون رو فقیه اعلام میکنند و در واقع کار استنباط رو با افتراء به قرآن تبدیل به قانون میکنند، قانونی که ساخته دست خود اونهاست و همه اجراییاتی رو که در تاریخ عمل کردند و همه خطاهایی که کردند و همه بدنامی هایی رو که برای اسلام و قرآن ایجاد کردن به مناسبت تخطی از این قانونی است که شما
برداشت خودتون رو که یک امر علمی است تبدیل به یک امر استبدادی و قانونی میکنید و خودتون نماینده خدا میشید، وکیل مردم میشید، مجری قانون خدا میشید، قانونی که خدا نگذاشته و شما گذاشتید، شما اون قانون رو اجرا میکنید و کار دین و دینداری به همین جایی میکشه که امروز کشیده شده. من خیلی خیلی خوشحالم از صحبت با شما و مزاحم شما خواهم شد. دارم مخصوصا که خیلی مسلطید و کاربرد لغات متناسب با مبحث خیلی مهم دارید. هیچ وقت صحبتاتون حاشیه نمیدید و خیلی باز میکنید مسئله رو برای افراد. خیلی جالب از داره من واقعا. حالا همینطور که عرض کردم ممکنه در بعضی مسائل اختلاف نظر باشه بین اونچه که من فکر کنم و افراد شما، ولی در بیان مطالب واقعا کمتر کسی دیدم که این قضیه با من از حضور شما تقاضا دارم که اون موضوعاتی رو که تفاوت‌هایی در برداشت‌های خودتون و من می‌بینید به خاطر وظیفه و دینی که ما به مردم داریم و باید باب این کار رو مرسوم کنیم و باب کنیم، این کار رو عرف بکنیم که بعد از دیگران هم مثل شما همین کار رو بکنن، اگر که زحمتی برای شما نباشه در برنامه‌های آینده مطالبی رو که به خصوص در این جلسه گفته شد و ممکن است که شما نگرش متفاوتی به اونها داشته باشید، اونها را اگر خاطرتون باشه و در جلسه بعد مطرح بکنید، بسیار بسیار در راه آموزش جدیدی که ما فکر میکنیم که برای یاد گرفتن لازمه مفید خواهد بود و این یک خدمت بزرگی است که شما انجام میدید. سعی میکنم البته من گفتم چون مقداری کارم در دانشگاه صرف همون کار خودم میشه، برید هر گوشه ای که اضافه باشن با کمال میچش فقط بنده باشید. اونقدرها صحبت من در رابطه با معلومات وسیعی که شما در این زمینه دارین خیلی کم هست، ولی با وجود این چشم اونچه که در قابل عرضه باشه برای شما با کمال میچش. از لطف و مرحمت و بزرگواری شما تشکر میکنم. خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم. شب خوبی داشته باشید. خدا حافظ. واقعا شبهایی مثل امشب با بیننده های نظیر اونچه که شنیدید در محاسبات فنی تلویزیونی از نظر آماری میگوین هر یک تلفنی که نه تلفن های تفننی، تلفن هایی که بر مبنای تصمیم و شنیدن و مطالعه و عمل و عکس العمل انجام میشه، میگویند که هر یک تلفنی، کارشناسان کامیونیکیشن اینطور اظهار نظر میکنند که نماینده 10,000 بیننده است و از هر 10,000 نفری یک نفر هست که حاضر میشه که اینطور بشنوه و تلفن بکنه. این است که من این صداها رو صدای 10,000 نفر تلقی میکنم و بسیار خوشحال هستم که کم کم این شبکه بیننده های خودش رو پیدا میکنه و مردم رو سرگردان نمیکنه. و اوایل ممکنه مثلا یک کسی جزو تلویزیون هایی که میگرده و بالا و پایین میره اینجا رو هم نگاه بکنه، بعد هر وقت باز میکنه میبینه یک عده آدم نشستن و دارن در اینجا حرف میزنن، میگه این هم دیگه خیلی حوصله انسان رو سر میبرن. ولی در این حال کسانی هستن که تعدادشون کمتر هست، ولی اینها میتوانند که حیات بشر و زندگی اجتماعی نوع بشر رو به طرف تعالی و صلح حرکت بدن، موجبات شناسایی و معارفه متقابل افراد رو فراهم بیارن و این اون چیزی است که هدف نهایی بشر برای رسیدن به تعالی هست. ما جز از طریق تعامل اندیشه قادر نخواهیم بود که به تعالی برسیم و اگر انسان بایستی که ارتقا پیدا بکنه و در واقع انسان با خیش خیشتن آشنا بشه و هر مخلوقی با خالق درونی خودش خوب بگیره و آشنا بشه و همدل بشه هر انسانی با خدایی که در وجودش هست و واقعا ضربان قلب خدا رو در قلب خودش حس بکنه و گرمای وجود خدا رو در قلب خودش حس بکنه، این جز از طریق تعارف و تعالی راه دیگری برای بشر باقی نمیگذاره. به هر حال من یک بار دیگر مراسم و مراتب احترام خودم رو تقدیم این بیننده شریف میکنم
و همونطور بیننده محترم دیگری که فوق‌العاده منو شرمنده کردن از اینکه میبینم یک شخصی با این دقت به این مطالب زیادی که گفته میشه از نظر حجم به جزئیات و به تک تک لغاتی که در برنامه های گذشته گفته شده و استنتاج هایی که شده با این دقت و با این امانت توجه میکنند، بسیار منو شگفت زده و در این حال بسیار خوشنود و سپاسگزار میکند و احساس میکنم که چه مسیری رو ما شروع کرده ایم و چه افراد با ارزش و فکوری رو در این اجتماع گرد هم جمع میکنیم و موجبات شناسایی و معارفه این افراد رو فراهم میآوریم. در بازگشت به پاسخ به سوالی که خانم محترمی فرموده بودند که آیا دکتر رشاد خلیفه نظریاتش رو من میپذیرم یا نمیپذیرم و اینکه آیا ایشان که ادعای رسالت کرده اند، رسالت ایشان به عنوان پیامبر جدید مورد قبول من هست یا نیست، یک انتقاد کوچکی به این دوست جدید خودمون خانم محترم دارم و اون این است که ایشان در مطالبی که بیان کردن یک پایه و یک فاندیشنی رو قرار دادند و بر مبنای اون اندیشه و فرضیه یک استنتاجی کردند که این کار غلط است به نظر من. یعنی ایشان در درجه اول گفتند که آقای دکتر رشاد خلیفه که ادعای رسالت کرده است، یعنی یک فکتی رو اشاره کردند و یا مدعی شدند که این اتفاق افتاده و این طور شده و حالا از من سوال میکنند که بر مبنای این فرضیه من پذیرای ادعایشون هستم یا نیستم. من تصور نمیکنم که دکتر رشاد خلیفه ادعای پیامبری کرده باشه و ادعای رسالت کرده باشه، اما در مجموع اگر بخواهیم که موضوع رسالت و موضوع وحی و موضوع الهام و موضوع مأموریت و مسئولیت رو بررسی بکنیم، مباحث طولانی رو ما باید مطرح بکنیم اگر بخواهیم که جانب عدالت رو رعایت بکنیم. در مورد اینکه آیا من اساساً نظریات ایشان را میپذیرم یا نمیپذیرم، ما به هیچ عنوان نبایستی که این فرهنگ رو دنبال بکنیم که افراد رو به صورت فرعی و به صورت مجموع و به صورت پکیج رد کنیم یا قبول بکنیم. یعنی ما بگوییم که به عنوان ما در کارهای سیاسی زیاد این اشتباهات رو میکنیم، مثلا میگوییم فلان رهبر خوب است یا بد است، یک کلمه بگویید خوب است یا بد است، این پاسخ خوب و بد ندارد. این نوع سوالات که در واقع در اصطلاح حقوقی انگلیسی به این نوع سوالات میگویند compound question، سوالاتی است که از مجموعه چند استنباط و چند نظریه و چند اتهام به وجود آمده. یعنی در سوال یک مقداری فرضیه قرار داره، یک مقداری پیشفرض قرار داره و یک مقداری افترا و توهین و شاید که اتهام قرار داره و بر مجموعه اینها یک استنتاجی رو استخراج میکنند و از اون سوال میکنند که مثلا در دادگاه از یک کسی سوال میکنند که آیا شما هنوز همسرتون رو کتک میزنید؟ خب شخص چی جواب بده به این کار؟ بگوید نه، یعنی من تا این امروز همسرم رو کتک میزدم، از این به بعد کتک نمیزنم یا از دیروز به بعد نمیزدم. یا اگر بگوید بلی، یعنی هم در گذشته کتک میزدم هم الان کتک میزنم. این نوع سوالات پاسخ صحیحی نداره. اما اگر که سوال رو این طور بکنیم که آیا آقای رشاد خلیفه ادعای رسالت و استقلال پیامبری کرده بعد از رسول اکرم و آیا اگر چنین بوده از شما رسالت ایشون رو میپذیرید یا نمیپذیرید، من تصور نمی کنم با آشنایی مختصری که من با آثار ایشان دارم که چنین امری رو مدعی شده باشند. ولی اگر کسی بعد از رسول اکرم
ادعای پیامبری کرده باشه، طبعا بر اساس آموزه های قرآن اون ادعا مورد پذیرش نیست. در مورد شناخت عقاید و افکار و نظریات ایشون، من با همه نظریات ایشان آشنا نیستم، ولی من در 2 سال پیش این رو هم عرض بکنم که من بیاناتی که اینجا خدمت شما و بقیه مردم بازگو میکنم، بیانات استانداردهای تلویزیونی نیست که برای تأمین نیازهای شما یا برای پر کردن برنامه جنبه تئاتری نداره سخنان من. اونچه که میگویم از دهان یک انسان مسئولی برمیآید که عمر خودم رو برای آموزش حقایق توحیدی و حقایق اجتماعی در میان گذاشتم و تمام خساراتش هم تحمل میکنم. صحبت برای پر کردن برنامه چیزی نمیگویم و جنبه تبلیغی هم ندارد. من در حدود 2 سال پیش تصور میکنم که مهمان یک گروهی از اندیشمندانی بودم که معتقد به اندیشه های دینی و فلسفی دکتر رشاد خلیفه بودند و کتاب جدیدی از اونها ندیدم، بلکه کتاب اونها رو همین قرآن دیدم و مطالعات اونها رو در قرآن دیدم. ترجمه ای من از رشاد خلیفه از قرآن دیدم که البته اصل ترجمه ایشان به زبان انگلیسی است، ولی با جواز ایشان به فارسی هم ترجمه شده. و به طور کلی من ممکن است که افراد همونطور که مثال مولوی رو زدم بگویند که ما الهام دریافت میکنیم یا با عالم معنا متصل شدیم یا دیوارهای حجاب در مقابل ما فرو ریخته. ما به حافظ هم که نگاه میکنیم موضوع عقل و موضوع خرد رو هم به میخانه میبره، نه فقط موضوع وحی و الهام رو به میخانه میبره، عقل رو به میخانه میبره و صریحا میگوید که این خرد خام به میخانه بر، که این خرد رو وقتی به میخانه میبری از این خرد خام پخته بشه و خرد وقتی پخته میشه ملهم میشه، یعنی خرد و عقل دریافت کننده الهام میشه. و در این مورد وقتی شما نگاه میکنید میبینید باز هم او به عقلی اشاره میکنه که با عالم معنا در ارتباطه و خود کلمات حافظ هم نشون میده که یک آدم بدون داشتن ارتباط با عالم معنا نمیتواند این مطالب رو ذکر بکند، یا خود مولوی همینطور. یا شما به ابن سینا نگاه بکنید، به ابن عربی نگاه بکنید، به سهروردی نگاه بکنید، به ملا صدرا نگاه بکنید، به رازی نگاه بکنید، به پاسکال نگاه بکنید، به بقیه کسانی که به نیوتن نگاه بکنید، شما در آثار اینها و در افکار و اندیشه های اینها نشانه های از ارتباط با عالم معنا میبینید. و لزوماً این نیست که هر کسی که با عالم معنا در ارتباط باشد و اظهاری به این ارتباط کرده باشد رقابت در دین رو شروع کرده و بنای پیامبری کلاسیک رو گذاشته. من تصور میکنم که همه ما در مراحلی از مراحل زندگی به جاهایی میرسیم و دیدارهایی پیدا میکنیم که سابقه نداره و برای ما آشنا نیست و ممکنه در مقابل این دیدارها اظهاراتی هم بکنیم که اون اظهارات خیلی پخته نباشه یا پخته باشه. آخرین سوال من این است، پاسخ من این است که ما نمیتوانیم که با 2 برچسب افراد رو در گونی بکنیم، در گونی رو ببندیم و یا اینکه یک برچسب خوب یا برچسب بد داشته باشیم. با افراد بایستی که تجزیه بشوند، تحلیل بشوند و کارهایی که کردند، حرفهایی که زدند، عقایدی که اظهار کردند یک به یک، جمله به جمله، واژه به واژه بررسی بشه و بر اساس استند و موضعی که گرفتن و سخنانی که میگویند و مطالب و مکاتبی رو که دنبال میکنن در مورد اونها اظهار نظر بشه. این تصور صحیحی نیست که
گفته بشود که آیا شما مولوی رو 100% قبول میکنید یا رد میکنید. اصلا پاسخی به این کار نمیشه داد. من شخصا با وجودی که با مولوی ناآشنا هم نیستم، اما هنوز نمیتوانم 100% او رو صالح بدانم یا 100% او رو ناصالح بدانم. حتما در کلمات او وقتی جستجو میکنیم نقاط ضعفی هم دیده میشود. مولوی رو عرض میکنم، اون مقام رو عرض میکنم، در خود بیان حافظ نقاط ضعفی دیده میشود و همه کسانی که تحقیق میکنند و میشنوند و میگویند و در راه ارشاد و پیشرفت قدم برمیدارند، ممکن است که کلمات صحیح گفته باشند، ممکن است که عکس العمل‌های اونها مشروط به زمان و مکان بوده و به اقتضا سخن گفتند یا به صلاح دید سخن گفتند یا در ترس سخن گفتند یا در خشم سخن گفتند یا مبالغه کردند یا وارد عالم شعر و غزل شدند. افکار و اندیشه های افراد رو باید در جزئیات مطالعه کرد و یک نتیجه کلی از برداشت شخص گرفت. برداشت کلی من از رشاد خلیفه این است که در کار دین زحمت فراوان کشیده و در کار دین سازها ایراد وارد کرده. من گمان نمی کنم که رشاد خلیفه در قرآن ایرادی وارد کرده باشه و تغییر در قرآن داده باشه و برداشت های قرآنی متفاوتی ممکن است داشته باشه، اما همه ما داریم. الان همین برداشت هایی که من از قرآن می کنم و از نگرش من و در نگرش من، یک فردی به نام فقیه یا یک موضوعی به نام فقاهت که از دید و استنباط بسیاری از افراد یک امر مقدس تلقی میشه و مجاز تلقی میشه، به عقیده من فقاهت یک امری است که در تطبیق با قرآن نمیتواند باشد. یکی از نزدیکان من میگفت که در تلویزیونی حرف رو نزن، یک استثنایی هم قائل باش، همه فقها که اینطور نیستند. دوست دیگری میگفت که شما آقای منتظری رو در نظر بگیرید که چقدر در مسیر صداقت قدم برمی‌داشت و با تحمل چقدر ناکامی و ضرر و زیان بازگوی حقیقت بود. شما چطور ایشان رو رد میکنید و در زمره همه فقها قرار میدهید؟ یا فقیه دیگری رو میشناسم که 5 فرزند داشت و با وجودی که به او پول میدادند، ولی این پول رو صرف یک وعده غذای خود نمی کرد و ما دیدیم که 5 فرزند او در حال گرسنگی هستند و 1 ماه هست که گوشت نخوردن. رفتیم گوشت خریدیم دادیم به این فقیه، به بچه هاش بده بخوره. پس به این نتیجه می رسیم که توی فقها همه آدم بدی نیستند. من اصلا راجع به خوبی و بدی صحبت نمی کنم. صحبت من این است که یک فقیه شغلش این است که استنباط های سنجیده و مطالعه شده از قرآن داشته باشد و این استنباط های عالمانه و سنجیده شده هیچ حقی به فقیه نمی دهد. حالا ما کدام فقیه رو در طول تاریخ سوال داریم؟ حتی آقای منتظری و دیگران که امر فقاهت رو از حیطه جواز و اجرا خارج کرده باشند. و کدام فقیه رو ما داریم که اظهار کرده باشه امر فقاهت یک نوع استنباط خصوصی و شخصی است، حتی جنبه اجتماعی هم ندارد، یک استنباط فردی است که این استنباط فردی باید به معارفه و تعاطی افکار گذاشته بشه. دکتر رشاد خلیفه هم مثل هر مسلمان دیگری اجازه استنباط از قرآن دارد و کسانی که با استنباط او موافق هستند که موافق هستند، کسانی که استنباط او رو نمیپذیرند باید در معارفه با اندیشه های او برایند و چون خود او از این دنیا رفته است با کسانی که عقاید او و استنباط های او رو میپذیرند با اونها به معارفه براید و دلیل استنباط های متغایر او رو تحقیق بکند. ما جز این راه دیگری برای تعیین صحت و سقم اندیشه های افراد نداریم، اما خود شما این فرصت رو دارید و این امکان رو خدا به شما داده که نظریات افراد رو، استنباط های افراد رو
با متون قرآنی مقایسه بکنید و اونهایی رو که میپذیرید بپذیرید و اونهایی رو که نمیپذیرید در صدد جستجو و معارفه با اونها بر بیایید. ما قرار نیست که در باور به خدا و اعتقاد به خدا همه همگام باشیم و مثل قوطی های ساردین شبیه به هم باشیم. انسان ها با هم متفاوت هستند، ذهنیت انسان ها با هم متفاوت است. اون چیزی که ما رو با هم متحد میکنه ایمان ما به خدای واحد و انجام فریضه دینی به عنوان استقرار عدالت در جامعه بشری است. همه کسانی که در قرآن میگوید سابعین هستند، حالا دکتر رشاد خلیفه مسلمان هم که نباشه سابعین که هست، به خدای یکتا اعتقاد داشته، به خدای یکتا اعتقاد داشته، عمل صالح انجام میداده و به قیامت هم اعتقاد داشته و همین ستا کافی است که او رو در زمره کسانی قرار بدهد که اجر او عند الله باشد. فرصت امشب ما به پایان رسید و مطالب بسیاری برای شما تهیه کرده بودم که بیان کنم، اما چون کار من کار تلویزیونی نیست و من یک گوینده حرفه‌ای یا تهیه کننده حرفه‌ای برنامه‌های تلویزیونی نیستم و از بعد حادثه اینجا به پناه آمدم، هیچ کدام از مطالبی که تهیه شده بود در مورد حقوق زن نتوانستم بیان کنم. هفته آینده انشاءالله روز سه‌شنبه هفته آینده اگر اشتباه نکنم، یا شاید دوشنبه، نمیدانم، حالا باید با دفتر تماس بگیرم و اعلام خواهیم کرد و ساعتش رو هم مشخص خواهیم کرد که توصیه اون دوست عزیز دیگر هم برآورده بشود. بسیار بسیار از این کاری که شروع کردیم خوشحالم و شما بینندگان عالم و با فراست در تماس هایی که میگیرید این شوق رو در من افزایش میدید و این راه دشوار رو به من قدرت میدید که بهتر و سریعتر و با جسارت بیشتری طی کنم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت پس بلحال مشتاقی. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، چون عرض شعبده با اهل راز کرد. برقرار باشید، شاد باشید، خدا نگهدار، خدا حافظ، به امید دیدار.